دختری که توی جنگ بین مرگ و زندگی توی سردخونه چشماشو باز میکنه. گلاسیا سلام. امروز می‌خوایم با هم یه فیلم افتر لایف محصول 2009 رو ببینیم. خیلی پیشنهاد داده بود و بالاخره قرارش دادم. امیدوارم خوشتون بیاد. بریم با هم ببینیمش. حواسمون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم الیوت رو میبینیم که مسئول برگزاری مراسم خاکسپاری کسایی که از دنیا رفتنه. اون بدناشونو برای سوگواری آماده میکنه، توی تابوت میذاره و در آخرم به خاک میسپارتشون. حالا با شخصیت اصلیمون یعنی دختری به اسم آنا آشنا میشیم. آنا با دوست پسرش پال دارن رابطه برقرار میکنن، ولی اصلا انگاری حوصله این کار رو نداره که در آخرم روی مخ پال میره و قضیه رو تموم میکنه. وقتی رفت دوش بگیره، پال دوباره میادش معذرت خواهی میکنه که سرش داد زده و آنا هم میگه من واقعا از زندگیمون راضیم، فقط شاید یه وقتایی حوصله نداشته باشم. همین برای من خدافظی میکنن و پال خونه خارج میشه. آنا هم میره سر کارش که میفهمه معلم یه مدرسه است. وقتی وارد میشه یکی از دانش آموزا به اسم جک رو میبینه که دوتا پسر دیگه دارن اذیتش میکنن و اونا رو هم جدا میکنن. بعدم شروع به صحبت با جک میکنه و روبروی یه آکواریوم پر جوجه که جک میگه که از جوجه ها مرده، اما آنا درش میاره و میگه نه زنده است، فقط شاید خسته بوده که سر جاش خوابیده بوده. بعد پایان کلاس ها آنا میخواد بره خونه شون که یه رفعه چراغ های راهروی مدرسه شروع به خاموش شدن میکنن. خیلی ترس دو امید دو طرف در، اما درم باز نمیشه که جک سر میرسه و چراغ ها رو روشن میکنه. بعدم با آنا مدرسه میرم بیرون و جک میپرسه وقتی چراغ خاموش میشدن ترسیده بودی؟ و آنا هم میگه آره یکم ترسیدم. بعد خارج شدنم جک میپرسه کجا میخوای بری و آنا هم میگه یکی از استادهای دانشگاه هم جونش رو از دست داده، میخوام به مراسم خاک سپاریش برم. سوار ماشین میشه و میفهمه قرصاش تموم شده، برای همین میره اول داروخونه دارو میخره. بعدم میبینه که یه آرایشگاه بازه و تصمیم میگیره موهای خودش رو هم رنگ کنه و این کارو انجام میده. خلاصه بعد حاضر شدن به مراسم خاک سپاری استادش میره که میبینیم الیوت مسئول این مراسم هم هستش. سر اوستر داره از الیوت تشکر میکنه که این گلای قشنگو براش آورده، چون گلای مورد علاقه همسرش بوده. آنا برای خدافظی بالا سر تابوت استادش میره که یه لحظه حس میکنه دهن اون حرکت میکنه و زنده است، اما وقتی پلک میزنه میبینه به حالت عادی برگشته. بعد مراسم هم که داره سمت خونهشون میره، الیوت در پنجره وایسته رو نگاه میکنه که آنا یه دفعه کیفش میوفته زمین و خیلی ناراحت و میزنه زیر گریه، همینطوری زیر نظر میگیرتش. شب شده و آنا و دوست پسرش پال به رستورانی رفتن که پال میگه از موهای جدید خوشن نمیاد و آنا بهش برمیخوره. بعدم پال میگه باید یه سفر کاری بره. آنا میفهمه که میخواد قبل از سفرش ازش خواستگاری بکنه. اونم که اصلا حوصله ازدواج و این چیزا رو نداره، یه بحثی را میندازه و به همین بهونه از اونجا میزنه بیرون. برام که خیلی عصبانی پشت فرمون نشسته و با بیخیالی داره رانندگی میکنه. وسط رانندگی ونی پشت نزدیک میشه و هی چراغ میده که آنا بهش راه بده، در حالی که خودش داره با گوشیش کار میکنه و حواسش پرته. آخر عصبانی میشه و یه لفظی فرمون رو میکشه کنار و همه چیز سیاه میشه. وقتی چشماشو باز میکنه میبینه روی تخت سفیدی دراز کشیده و الیوت بالا سرشه. زخم بزرگم رو پیشونی آنا سا الیوت میپرسه چی شده، من کجام؟ الیوت هم به آرومی میگه که تو توی سردخونه ای و جونتو از دست دادی. برام برای شریف کنی وقتی داشته رانندگی میکرده یه رفیق فرمونو چرخونده، یه ماشین پر از لوله هم جلوش بوده که اون لوله ها میان داخل ماشین و باعث میشن که جونشو از دست بده. آنا وحشت زده است و در عین حال باور هم نمیکنه. الیوت بهش میگه که بدنت خیلی زود میپوسته و برای همین باید زودتر کاراتو انجام بدم. برای اثبات این قضیه هم برگه فوتشو براش میاره و نشونش میده. آنا بازم باور نمیکنه و هرچی سعی میکنه خودشو تکون بده موفق نمیشه. الیوت هم دیگه خسته شده و کارم داره، برای همین خدافظی میکنه و از اونجا میره بیرون. یه سر میریم پیش پال. هنوز قضیه خبر نداره، تازه اخواب بیدار میشه و زنگ میزنه به آنا و سعی میکنه ازش معذرت خواهی بکنه. البته که گوشی آنا توی بگی جلوی الیوته که اونم دیگه جوابشو نمیده و در آخر همه لوازمشو کنار کسای دیگه که جونشون رو از دست دادن قرار میده. پال که نگران شده به خونه مادر آنا میره و اونجا تازه میفهمه چه اتفاقی افتاده. مادر آنا هم پال و مقصر همه چیز میدونه و میگه به خاطر تو بوده که اینقدر دخترم عصبانی شده و این بلا سرش اومده. یه سرم الیوت رو میبینیم. عکس همون استادی که از دنیا رفته بود رو به دیواری زده و با عکسش کم صحبت میکنه. بعدم برمیگره پیش آنا و شروع میکنه بخیه زدن زخم روی پیشونیش. آنا هم خواهش میکنه که به صدمه ای نزنه، ولی خب هیچی رو حس نمیکنه. در آخر هم الیوت سرنگ دیگه ای رو با آنا تزریق میکنه و میگه برای اینه که بدنت حالتش رو از دست نده و دردت هم کمتر شه. ساعتی بعد مادر آنا به دیدن دخترش میاد و از الیوت میخواد که موهاشو به همون رنگ سابقش برگردونه، چون آنا خیلی عوض شده، که الیوت هم قبول میکنه. هوا تاریک شده و آنا چشماشو دوباره باز میکنه و حالا تنها. بالاخره میتونه حرکت کنه و سعی میکنه ضربان قلب خودش رو حس کنه، اما موفق نمیشه. هرچی هم به خودش ضربه میزنه هیچ دردی رو حس نمیکنه. نگاهش به تلفنی میفته و سعی میکنه به پال زنگ بزنه، اما حتی تلفن هم کار نمیکنه. حالا پال رو میبینیم که برای دیدن آنا اومده و از الیوت میخواد که بره داخل، اما الیوت اجازه رو بهش نمیده. میگه فقط بستگان درجه یک حق دارن تا قبل مراسممون رو ببیننش. این در حالیه که آنا هم از داخل داره صدای التماسای پال رو میشنوه، اما هرچی فریاد میزنه صداش به گوش پال نمیرسه. پال که دیگه همه جا بریده میره به ایستگاه پلیس تا دوست صمیمیش رو ببینه، بلکه از اون بتونه
کمکی بگیره تا آنا رو ملاقات بکنه. اما خبری از دوستش نیست و یه سر میره به دیدن ماشین آنا بعد از تصادف. وقتی توی ماشین میشینه توهم‌هایی میزنه و آنا رو جلوی خودش میبینه که بالاخره دوستش میاد و اونو از توهم بیرون میاره. برمیگردیم پیش آنا، در حال قدم زدن یه چاقو بهم داره پشت خودش قایم میکنه که الیوت سر میرسه. آنا سعی میکنه فرار کنه اما تمام درها قفلن و الیوت میاد جلو. هرچی آنا تلاش میکنه نمیتونه آسیبی به الیوت بزنه و الیوت هم میگه من یه قدرتی دارم که میتونم با مرده ها صحبت بکنم، برای همینم میتونیم با هم حرف بزنیم، ولی به معنی این نیست که تو زنده ای. آنا هم میگه تقریبا همه چی رو قبول کرده و دوباره میره سر جاش دراز میکشه. ساعتی بعد یه پیرزنی یه رفیق اونو از خواب بیدار میکنه، پیرزنی که قبل ترم دیده بود که عکسش روی دیوار بوده و جونش رو از دست داده. پیرزن به آنا میگه تو هنوز آماده نیستی و از اونجا میره. صبح مراسم همین پیرزن میرسه و الیوت اونو به خاک میسپاره. حالا میبینیم که اصلا حال رویش خوب نیست و همچنان توهم هایی از آنا رو توی خونه میبینه و مدام به یادشه. عصر شده و الیوت با لباسی به دیدن آنا میاد و میگه این لباسی که موقع خاک سپاریت باید تنت بکنم. بعدم برای خرید لوازم از خونه خارج میشه و میبینیم که آنا از جیبش کلید اینجا رو یواشکی پیشونده. به محض رفتن الیوت شروع به باز کردن درها میکنه. الیوت به پمپ بنزین میرسه و وقتی میخواد خرید کنه متوجه میشه کلیدش همراهش نیست و خیلی سریع سوار ماشینش میشه و برمیگرده. وقتی آنا بالاخره به در نهایی میرسه و میخواد بازش کنه میبینه که الیوت سر رسیده. سریع برمیگرده داخل و میره طرف تلفنی و به پال زنگ میزنه. پال هم گوشیش زنگ میخوره و جواب میده اما هیچ صدایی نمیشنوه و لحظاتی بعد الیوت سر میرسه و آنا تلفن رو قطع میکنه. بعدم الیوت میبره جلوی آینه و میگه خودتو یکم نگاه کن، به نظرت زنده ای؟ که آنا هم با دیدن قیافه سرد و بیروح خودش متوجه میشه همه چیز حقیقته. جک رو میبینیم که داره بیرون دوچرخه سواری میکنه و به همین منطقه میرسه. از پنجره یه دفعه انگاری الیوت رو میبینه و اونم متوجهش میشه. یه لحظه هم میبینیم که نفسای آنا روی آینه بخار به وجود میارن اما خیلی سریع الیوت رو پاکش میکنه. آنا دیگه دست از تلاش برمیداره و سرنوشتش رو قبول کرده و به الیوت اجازه میده که خیلی راحت موهاش رو رنگ کنه و هر تزریقی که لازمه رو انجام بده. یه روز دیگه هم گذشته و میبینیم که از مدرسه لوازم آنا رو برای پال میارن. بعدن که میخوام مدرسه خارج شه جک میاد جلو و بهش خبری میده. میگه دیشب داشتم دوچرخه سواری میکردم و از پنجره همون جایی که الیوت کار میکنه آنا رو دیدم که یه لباس قرمزم تنش بود. پال هم این حرفا خاصی تو توجهی نمیکنه و جک دنبالش راه میفته و میگه تو اصلا دوستش نداری ولی یکم بهم اهمیت میدادی. این حرف خیلی میره روی مخ پالو گرافی برمیگره و جلوی همه میزنه تو گوش جک. برمیگردیم پیش الیوت. یه مامور پلیس اومده و میخواد جنازه برادرش رو ببینه که کنار آناه. اونم قبول میکنه و راهش میده داخل. پلیس میخواد چند لحظه برادرش تنها باشه و الیوت اینجا خارج میشه که میبینیم اصلا قصد چیز دیگه ایه. چشمش آنا رو گرفته. بعدم میاد سمتش و میخواد بهش دست بزنه که الیوت همین لحظه برمیگرده و اونو از اینجا میندازه بیرون. روز بعدی مراسم کس دیگه ای رو دارن انجام میدن که جک هم به همینجا میاد و میره طرف جنازه. حالا الیوت فرصت مناسب میره و میره طرف جک و بهش میگه میتونی با جنازه ها حرف بزنی و میبینیشون و جک هم تایید میکنه. الیوت میگه تو هم پس مثل من یه قدرتی داری، قدرتی که فقط مسیح داشت و ما میتونیم با مرده ها صحبت بکنیم. در آخر هم قول میده که بهش یاد بده چطوری این قدرتش استفاده بکنه. میریم پیش پال. در حال رانندگی یه لباس قرمز میبینه و یه رفیق یاره حرف جک میفته. جک بهش گفته بود که آنا رو با لباس قرمز دیده، همون چیزی که شب قبل از مرگش پوشیده بوده و خب این خیلی عجیبه چون غیر از پال کسی دیگه اونو ندیده بود و غیر ممکنه بدونه چه لباسی تنشه. برای همین به سرعت خودش رو به اونجا میرسونه و الیوت رو میبینه و بهش میگه آنا زنده است، دیشب جک دیدتش و حس میکنم که اینجا داره سرگردون میچرخه. اما الیوت میگه اینا همش توهمه تن و اگه از اینجا نری به پلیس زنگ میزنه. پال هم به ناچار یه بار دیگه به دیدن دوستش توی ایستگاه پلیس میره. براش همه چی رو توضیح میده و میگه حس میکنم آنا زنده است و الیوت اونو گرفتتش و بهم اجازه نمیده که اونو ببینم. حس میکنم با داروی چیزی کاری میکنه که آنا بدنش حرکت نکنه و خانواده‌اش یعنی این قضیه بیخبر بمونن. البته که دوستش توجهی به حرفاش نمیکنه ولی یکی از همکاراش میشنوه و میگه همین چیزی امکان داره. یه دارویی هست به اسم هیدرونیوم برماید که اگه به بدنی تزریق بشه ضربان قلبش تقریبا به صفر میرسه ولی بازم زنده میمونه. اما خب الیوت سالهاست کارش همینه و غیر ممکنه از همین چیزی استفاده بکنه و یه بار دیگه پالو انجام میندازن بیرون و حرفاش رو جدی نمیگیرن. برمیگردیم پیش الیوت و آنا. بالاخره مراسم دختر رسیده و الیوت داره حاضرش میکنه. شروع به صحبت میکنن و الیوت میپرسه که بزرگترین پشیمونی چیه. آنا میگه از بچگی مادرم بهم یاد داده بود که دوست داشتن و عشق چیز خوبی نیست، برای همینم همیشه ازش میترسیدم و فرار میکردم. بزرگترین پشیمونیم اینه که هیچوقت به پال نگفتم دوستش دارم. الیوت میپرسه ترس بزرگ چیه و آنا هم میگه مرگ، میترسم بمیرم و این حسرت‌ها با هم بمونن. الیوت سمت در میره و بازش میکنه و به آنا میگه میتونی همین الان بری بیرون تا اونجوری که دوست داری زندگی کنی. آنا بلند
رد میشه و میره طرف در و یه دفعه میبینه که با سرعت اینجا خارج میشه. میرسه به خونهشون که همین لحظه مادرش و چند تا آدم دیگه اونو میندازنش روی زمین. شروع به خوندن یه سری دعا و انگار اجرای مراسمی میکنن و در آخر از زمین یه سری گیاه میاد و آنا رو توی خودش میکشونه. آنا یه دفعه چشمشو باز میکنه و میبینه که اصلا اونجا خارج نشده و این فقط تو خیالات خودش بودن که اگه بره بیرون چه اتفاقاتی میفته. الیوت میگه من فکر میکردم تو با بقیه فرق داری، اما همتون عین همدیگه اید. تنها چیزی که ازش میترسید زندگیه. از زندگی بیشتر از مرگ حتی وحشت دارید. شنیدن این جمله آخرین چیزیه که باعث میشه آنا مرگ خودش رو قبول بکنه. ساعتی بعد الیوت داره قبر آنا رو آماده میکنه که جک میاد طرفش. از الیوت میخواد بهش همه چی رو همین الان یاد بده و الیوت شروع به صحبت میکنه. میگه اول هم باید بفهمی که معلم جونش رو از دست نداده. کسایی که به اینجا میان یه سری بدن بیروحن که فقط بلدن همه چیز مصرف بکنن. کسایی که به اینجا میان همون انسانن ولی دیگه زندگی درونشون نیست و برای همینم وظیفه ما که اونا رو به خاک بسپاریم. زمان مراسم میرسه. الیوت یه بار دیگه میره بالا سر آنا و از همون سرنگ بهش تزریق میکنه و میگه برای اینه که بدنت و ظاهرت حالتشو از دست نده. اما میبینیم چیزی که ازش تزریق میکنه همون ماده هیدرونیوم برومایده، یعنی در واقع آنا زنده است. الیوت میگه آخرین خواستت چیه و آنا میگه یه بار دیگه میخوام ظاهر خودمو ببینم. الیوت آینه جلوش میگیره و همین لحظه آنا نفس میکشه و بالاخره بخار خودش رو روی آینه میبینه. سعی میکنه از جاش بیاد بیرون اما به خاطر دارو نمیتونه حرکتی بکنه و الیوت هم میگه که اینا فقط توهمتن، تو جونتو از دست دادی و بهتره که آروم بمونی. الیوت عکسی هم از آنا میگیره و مراسم شروع میشه. مادر آنا اولین کسیه که اونو میبینتش و از الیوت تشکر میکنه که گلهای مورد علاقه آنا رو تونسته پیدا کنه و روی اون قرار بده. نوبت پال میرسه و حلقه‌ای که براش خریده بود رو هم روی جنازه میذاره و همین لحظه میبینه که دهن آنا یکم تکون میخوره، اما یکم پلک میزنه و متوجه میشه اینکه توهم بوده. الیوت هم سری تابوت رو میبنده و مراسم رو به پایان میرسونه. ساعتی بعد میبینیم که الیوت داره با عکسی که از آنا گرفته بود صحبت میکنه و اونو به دیواری میچسبونه که عکس صدها نفر چسبیده. آنا رو میبینیم که توی تابوت بالاخره چشماشو باز میکنه و وحشت زده است و فقط فریاد میزنه اما کسی به کمکش نمیاد. این در حالیه که بقیه جمع شدن و شام میخورن که پال میره طرف الیوت و با آرومی بهش میگه من میدونم یه کاسه زیر نیم کاسته، تو اونو زنده دفنش کردی مگه نه؟ و الیوت هم میگه که هر چی که باشه دیگه الان کاری دستت بر نمیاد. پال با سرعت سوار ماشینش میشه و به طرف قبرستون راه میفته. یه لحظه هم جک رو میبینیم که داره همون جوجه‌ای که فکر میکرد مرده ولی در واقع زنده است رو همونطوری خاکش میکنه. پال در حال رانندگی از چند نفر سبقت میگیره و یه لحظه نزدیک تصادف بکنه اما میبینه که جاده صاف شده و دوباره راهش رو ادامه میده. بالاخره به قبرستون میرسه، میده و موفق میشه که آنا رو از خاک بکشونه بیرون. اونو در آغوش میگیره که یه لحظه چراغ‌ها خاموش روشن میشن و آنا ناپدید میشه. صدای آنا میاد تو گوش پال که بهش میگه این صدای قیچیه که داره لباساتو پاره میکنه. پال چشماشو باز میکنه و میبینه حالا خودش توی سردخونه است و قربانی بعدی الیوت. الیوت میگه تو فکر میکردی آنا زنده است و میخواستی نجاتش بدی اما خودت تصادف کردی. میبینیم که جک هم اومده کمک الیوت و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اگه هنوز براتون جای سواله باید بگم که بله، آنا زنده بود. الیوت یه قاتل سریالی روانیه که آدمها رو اینطوری تو راه گیرشون میندازه و جونشون رو میگیره. اثبات حرفم اولش اینه که آنا رو یادت موقعی که رانندگی میکردش یه ون سفید داشت بهش میزد و در آخر همون باعث تصادفش شد. اگه دقت بکنید ماشین الیوت هم همون ون سفیده. نکته دوم بخارهایی هست که به خاطر آنا روی آینه ها شکل میگیره و نکته سوم هم همون دارویی هست که میبینیم این مرد بهش تزریق میکنه. ایدئولوژی الیوت هم وقتی داره با جک صحبت میکنه متوجه میشیم. ایده اون اینه که بعضی آدم ها هیچ هدفی توی زندگیشون ندارن و بلد نیستن زندگی بکنن. به روایتی فقط بلدن مصرفگرا باشن و هیچ لذتی از زندگیشون نمیبرن، همش حسرت میخورن و اصلا عشق و این چیزها رو هم تجربه نمیکنن. حالا این مرد یعنی الیوت میاد آدما رو پیدا میکنه، به یه بهونه میارتشون اینجا و این کارها رو انجام میده و در حالی که تو بدترین حالت زندگیشونن یه شانس دیگه بهشون میده. میگه میتونی همین الان بری بیرون اگه بلدی زندگی بکنی. اگر کسی جرأت این کارو داشته باشه که تا حالا هیچ کسی نداشته اجازه میده که راحت آزاد بشه، اما خب پیش کلمشون تا حالا همچین کاری انجام ندادن. قسمت دارک دیگه این فیلم هم داستان جک. ما جک رو میبینیم که داره از اول با اینکه یه روحیه خیلی ساده و آرومی داشتش حالا توسط یه آدم روانی مثل الیوت پرورش پیدا میکنه، کسی که قطعا در آینده جای اون رو میتونه بگیره و همین کارهای وحشیانه رو انجام بده. افترلایف یکی از فیلم‌های خیلی خوب دهه اول قرن 21 حساب میشه و محتوای خفنی هم داره. به نظرم اگه دوست دارید که از این فیلم‌های روانشناختی ترسناک ببینید حتما تجربه بکنیدش. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم، روزتون هم کلاسیک.